دی وستر اسهار پایل دا سچ دلاس پتنا کو خپل اولادونو ته د نفقه غټل پسې وزي. افغانستان کې د یو شمېر خلکو ژوند په بېوزلۍ کې تیریږي. خدمت حسین هغه روز مزدور کار دی چې د کابل ښار دشتي برچی په یوه لرې سیمه کې اوسیږي، او هر سهار له هغه ځایه د دشتي برچی تر عمومي سړکه شاوخوا دوه ساعته پلی مزل کوي، او بیا د روز مزدورۍ د کار موندلو لپاره سرای شمالي ته راځي. د کابل د سرای شمالي څلور لارې دا هغه څلور لارې ده چې ګڼ شمېر مزدورکاران د کار پیدا کولو لپاره ټولیږي، خو بخت د هغو دی چې د ورځې په اوږدو کې کار ورته پیدا او ماښام ډک لاس خپلو بچیانو ته ولاړ شي. اووه پنځوس کلن خدمت حسین چې په اصل د میدان وردګو د بهسودو لومړۍ حصې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، له تیرو پنځو کلو راهیسې د کابل ښار په دشتي برچي سیمه کې اوسیږي. هغه د خپل ستړي ژوند کیسه کوي او د خپل ژوند حالات بیانوي. خدمت حسین وایي هر سهار وخته د نورو ستړو روز مزدور کارانو سره په دې تمه دلته درېږي چې ګوندې څوک یې د کار لپاره یوسي، خو کله چې کار ورته پیدا نه شي بیا د میوو او سبو مارکیټ ته راځي او پر خپلې لاسي کراچۍ د خلکو توکي له یو ځایه تر بل ځایه لیږدوي څو د حلالې ډوډۍ پیسې پیدا کړي. خانه است دشت برچی، شش بجه است خانه میریم طرف مارکت، پنج بجه هم ترا مارکت میرسیم از اینجا. اگر اینجا کار بود نبود اختیم بریم سرای شمالی، سرای شمالی میریم سرچوب تا ده یازده، تا هم ده یازده میشیم باز روز کار است، باز روز نیستم میریم از اینجا. بس پس می مارکرم در پی بیسی به بار بوده یک روز دو ساعت یک روز سه ساعت کار می مارم طرف خانه، طرف خانه اون دو سه مسیر میشه، سه مسیر دو مسیر تا موتر مارم، یک مسیر پیاده می نیست کار بار دیگه. لڅری ښکاری چې تر اوسه هیڅ خبرې نه دی اورېدلې او نه څوک د ژوند له کیسو خبر دی. خدمت حسین د ژوند سختې تیرې کړې او څو کاله وړاندې ایران ته پر قاچاقي لارو هم ستړی مزل کړی. هغه وایي هلته د اوسپنې ویلې کولو په یوه فابریکه کې درې کاله کار کړی. هغه چې د ډیرو پیسو د ګټلو تمه یې درلوده خو هیله یې پوره نه شوه او بیرته کابل ته راستون شو. نه ما پلستر ما ایدمی داختیم سه سال ایران من دیمه سال از میکرم نیمروز مارم از نیمروز از اینجا خطانه شاقبر مبر دیگه یا تا یک سر در موشر مبر باز از اینجا پای پیاده یک هشت ساعت نه ساعت در آخ اسکل جیم ما که اینجا که دیگه باید ترشید اون جای پیدا جای در موشر در یک موشر تو رو ده نفر دوازده نفر سوار ندیگه که بر از اوم یک چیز شد این کار مکنم کارش زرکاری بود که بود زرکاری من دیم از شش بجه سبا میخواستیم تا شش بگار کار مکنم دوازده سال. هغه شپږ اولادونه لري او په یوه کرایي کور کې چې څلور زر افغانۍ کرایه ده اوسي، خو ډېر کله د کار د نه پیدا کېدو له امله د کور کرایه هم پرې په میاشتو میاشتو پاتې وي. د خدمت حسین په خبره داسې وخت هم راغلی چې یو څوک یې د درې سبه افغانۍ روز مزدور کاری په پار کور ته یوسي، خو د کار بشپړېدو وروسته ورته په ټاکلې اندازه پیسې نه ورکوي او ناهیله یې کور ته رخصت کړي. مگه بیا بریم کار اینجا گرفتیم مگه یعنی صد دفعه میدیم کار یا نمی آگه مگه یعنی دیم صد دفعه تا بگار کار باز وقت آدم از چیز میشه دیگه مگه نه کار نمی بدن می پس سر چاو کنید اینجا تا شاید میشنه نگه باز موشه یکان روز که دو ساعت سه ساعت گیر آدم می باز روز دفتم درست کار گیر میدی
زیاد نیست. خدمت حسین وای پزان سخت تیروی خو اولادونه لزده کلونه را گرزوی او رتلون که تی دیر هیله منده خوایی چو چه دیده ده اوگو بارس پا کولو ترسیگی پا ده با تیروی پایان یال تماره بگجی پیش ازی کار خوب بودم کار خوب بود بچه هم از اینج کار میکنم بود بچه هم بودم بچه هم خوشم مکتب نرفت دیگر نرفت خیلی خوب این حال کار نیه دیگر بچه هم خانه برم خطر استیاد میشم فیس بیدیم میشم فیس بیدیم قلم بگر کتاب سر بگر همسر کراچی کار کنیم دیگر افغانستان که نیه وازی خدمت حسین بلکه دیده پچی ریوش میر روز مزدور کاران لده دول ستونزو سر لاسه و گریوان دی دجون دیر ستر او سخته گالی چو دیو گو ماشمانو نس مول بساتی پشباک خبری اجانس ده پیخ و ریختین هنداره